سلام، با خبرهای این ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. از نگرانی نامزدها تا معاون اول ریاست جمهوری، محمد یونس قانونی از احتمال دستبرد در آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری نگران است. اگر یک تشویش وجود خواهد داشت، او این خواهد بود که باز تقلب و مهندسی در انتخابات سرنوشت آرای مردم افغانستان را تحریف و اختطاف نکند. تلاش برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری، ولسوالی برکی برک لوگر از وجود مخالفان مصالح دولت پاکسازی شد. ما سرزمین عزیز را من حیث مردمک چون میکنه بسکنیم عزیز سرزمین چون میکنه. پخش نظرسنجی تازه درباره حضور نظامیان امریکایی در افغانستان. 35% امریکایی ها خواهان خروج زود هنگام نیروهایشان از افغانستان هستند. از تجاوز تا اعدام، دو دختر نوجوان در هند پس از تجاوز گروهی حلق‌آویز شدند. من فواد امان هستم. معاون اول رئیس جمهور کرزی یگانه نگرانی حکومت را مهندسی و دستبرد در آرای مردم میداند. وی به کمیسیون‌های انتخاباتی توصیه میکند که برای برگزاری یک انتخابات سالم باید به از میان برداشتن کمبودی‌ها در دور نخست بپردازند. محمد یونس قانونی شفافیت انتخابات را شرط اصلی پذیرش نتیجه انتخابات میداند. از سوی هم عبدالله نامزد ریاست جمهوری از همگان میخواهد تا برای رفتن به پای صندوق‌های رأی مردم را تشویق کنند. آقای عبدالله یک بار دیگر در واکنش به گفته های صبغت الله مجددی از حامیان اشرف غنی احمدزی هر گونه فالبینی را درباره انتخابات نادرست میداند. با نزدیک شدن روز برگزاری دور دوم انتخابات، هر نشست و مراسم رنگ و بوی انتخاباتی به خود میگیرد. اینجا مراسم یاد بود از نخستین سال روز کشته شدن محمد رسول محسنی، رئیس پیشین شورای ولایتی بغلان است. معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از کارنامه های آقای محسنی میگوید که برای برآورده شدن آرمان های کشته شدگان، مردم باید در دور دوم انتخابات به گونه گسترده شرکت کنند و یک حماسه تاریخی دیگر برپا کنند. اگر ما خواهان نابودی تروریسم در افغانستان هستیم، اگر خواهان رفاه در افغانستان هستیم، اگر خواهان وحدت ملی در افغانستان هستیم، در یک جمله اگر ما خواهان آینده بهتر از امروز برای افغانستان هستیم، یک انتخاب پیش رو نداریم و او شرکت وسیع و گسترده در انتخابات پیش رو. این مقام شماره دوی حکومت افغانستان آوازه های القه های بیرونی را درباره کمرنگ بودن حضور مردم در دور دوم انتخابات، مختل شدن امنیت انتخابات، سبوتاژ این روند و پر شدن صندوق ها پیش از روز انتخابات را به شدت رد می کند. اما از سوی هم می گوید یگانه نگرانی حکومت افغانستان تقلب و مهندسی آرای مردم است. آقای قانونی نمی گوید که چه کسی در پشت این مهندسی آرا می تواند باشد. اگر یک تشویش وجود خواهد داشت، او این خواهد بود که باز تقلب و مهندسی در انتخابات سرنوشت آرای مردم افغانستان را تحریف و اختطاف نکند. دیروز هم بیشترین نگرانی که ابراز شده ای بود که شفافیت انتخابات شرط اساسی برای مشروعیت و پذیرش نتایج انتخابات خواهد بود. عبدالله نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری نیز در این مراسم با قدردانی از کارنامه های رئیس پیشین شورای ولایتی بغلان از همگان می خواهد تا مردم را برای رفتن به پای صندوق های رایدهی تشویق کنند. حال که انتخابات به دور دوم میره، مردم ما هنوز عادت ندارند به اینکه به دور دوم انتخابات شرکت کنند. این وظیفه و مسئولیت همه ای ماست که در رساندن این پیام به مردم سهم خود ادا کنیم، چون مسئله تعیین سرنوشت است، مسئله اساسی است. آقای عبدالله تاکید می‌ورزد که انتخابات با فالبینی نمی‌شود. با فالبینی هیچ چیز نمی‌شه، مردم میرن رأی میدن. اما در مورد مسئله استخاره که سوال صورت گرفت و استخاره هم صورت گرفتن، استخاره یک اصل دینی است و هر کسی که بعد او را شریک می سازه با مردم و مربوط به خودشان می شه. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تا دو هفته دیگر برگزار خواهد شد. اشرف غنی احمدزی
عملی کردن قانون بر همگان را از نخستین کارهایش در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری میداند. آقای احمدزی که در میان هوادارانش در ولایت هرات سخن میزد تاکید میورزد که هیچ عضو اداره وی نخواهد توانست فراتر از قانون عمل کند. اشرف غنی احمدزی به باشندگان هرات و حوزه غرب میگوید که این حوزه را به یک مرکز بازرگانی جهانی مبدل خواهد ساخت. از سوی دیگر در ادامه پیکارهای انتخاباتی امان الله زدران یک بزرگ قوم در ولایت پکتیا حمایتش را از نامزدی عبدالله عبدالله در انتخابات پیشرو اعلام کرد. از سوی هم عبدالله بر وحدت ملی و حکومت همه شمول تعهد میکند و میگوید که اعتماد مردم شخصیت‌ها و بزرگان قوم‌ها را با خدمت صادقانه پاسخ خواهد داد. با این حال گل‌آقا شیرزی از تفرقه افغانی میان اقوام سخت انتقاد میکند و میگوید که دامن زدن بر چنین مسائل برای رسیدن به قدرت پیامدهای ناگوار خواهد داشت. نیروهای امنیتی برای تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری عملیات‌های گسترده‌ای را در بخش‌های از کشور که از رهگذر امنیتی آسیب‌پذیر هستند راه اندازی کردند. مسئولان امنیتی هدف از راه اندازی این عملیات‌ها را فراهمسازی زمینه برای شرکت گسترده مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری می‌گویند. در گزارش همکارم عازم آرش از جریان یک عملیات نیروهای ارتش ملی در ولسوالی برک ولایت لوگر به نظر می رسد که مقام های امنیتی در تلاش برداشتن چالش ها فراراه انتخابات پیشرو هستند. نیروهای ارتش آمادگی گرفتند تا عملیات را در ولسوالی برک ولایت لوگر راه اندازی کنند تا بخش هایی که مخالفان وجود دارد و بخش ها را از وجود مخالفان پاکسازی کنند و در این عملیات ما هم نیروهای ارتش را همراهی می کنیم. این عملیات را 400 نیروی ارتش انجام می‌دهند. دشمن بسیار ضعیف هستند نسبت به سال‌های گذشته که ما سه مرحله دهی تنگی وردک آمدیم و عملیات داشتیم. همین که نیروهای ارتش به برکی برک نزدیک می‌شوند، مخالفان واکنش نشان می‌دهند و شلیک می‌کنند و درگیری میان دو طرف آغاز می‌شود. در آغاز نبرد نیروهای ارتش از جنگ افزارهای سبک کار میگیرند. اما دیده می شود که طالبان با بکارگیری از جنگ افزارهای سنگین در این نبرد استادگی می کنند. کسی درگیری میان نیروهای ارتش و مخالفان مصالح دارد شدت مستمره و مخالفان در خانه های مردم قریه جا بجا شدند و خانه ها را فناگاه ساختند و در مقابل نیروهای ارتش روی روی می کنند. این بار نیروهای ارتش هم با بکارگیری از جنگ افزارهای سنگین پاسخ دشمن را می‌دهد. سبز بودن مزرعه در برکی برک زمینه پناه بردن طالبان را در جنگل و خانه‌های مردم ساده‌تر ساخته است. مردم ولسوالی برکی برک اکنون سرگرم کشاورزی هستند و دیده می‌شود که این گونه نبردها برای آنان ساده شده است. شما دو سیر دستین رای ما میتیم پس شما رفتین نخونیم مالا میکشم. من وزیر نیست که ما رای بیتیم حتما. اگر بتانیم امنیت ما جور شود ما مشتاق رای دادن خود هستیم این سرنوشت خود. مملکت ما در دست ما است. طالبان اکنون شیوه نبردشان را تغییر دادند و بیشتر از کارگزاری ماین ها کار میگیرند. نیروهای ارتش بسیاری از ماین های طالبان را خونسا میسازند. اما باز هم نیروهای امنیتی بیشتر از رهگذر ماین ها آسیب میبینند. نظامیان خارجی از هوا این عملیات نیروهای افغان را پشتیبانی می کنند. نیروهای امنیتی در خط مقدم نبرد قرار دارند و هدف اصلیشان رسیدن به تنگی میدان وردک است. گفته می شود که طالبان مسیر برکی برک تا تنگی میدان وردک را میرامشاه دوم نام گذاشتند. درگیری میان نیروهای ارتش و مخالفان مسلح دولت اکنون متوقف است و مخالفا به خانه مردم پناه بردن و نیروهای ارتش هم پیشروی کردن و اکنون قرار است به هدف اصلی که تعیین شده به اونجا برسند نیروها. به نظر می رسد که اکنون این عملیات پایان یافته است. در لحظه های پایانی این عملیات فرمانده قلردوی 203 تندر امرا با مشاوران خارجیش به برکی برک می آیند. در این عملیات 15 طالب کشته شد و 23 تنشان زخم برداشتند. فرمانده قلردوی تندر از برقراری امنیت در برکی برک اطمینان می‌دهد و از باشندگان این محل می‌خواهد که بدون حراس در انتخابات دور دوم شرکت کنند. که مردم از افغانستان ما از کرای افغانستان هستیم. به خاطر افغانستان جای میتیم. شما بالای ما اعتماد کنین، از ما حمایت کنین.
ما سرزمین عزیز خود من هستیم مردم که چی میخواد بس کنیم از سرزمین خود. لوگر و میدان وردک از امسایگان نزدیک کابل هستند. اما مخالفان بیشتر میکوشند تا در این بخش ها خودشان را جا به جا سازند. ظاهرا برکی برک اکنون آرامشی را بازمون گرفته است. اما دیده شود که آیا این آرامش پایدار خواهد بود یا اینکه با گذشت زمان برکی برک دوباره دستخوش ناامنی و فعالیت های عروس افکنان خواهد شد. در یک نظرسنجی تازه دیدگاه های امریکایان درباره تصمیم اخیر واشنگتن و ادامه حضور سربازان امریکایی در افغانستان بازتاب یافته است. بر بنیاد این نظرسنجی که از سوی نشریه هافینگتن پست انجام شده است، 31% امریکایان از این تصمیم باراک اوباما پشتیبانی کردند، اما 35% دیگر خواهان بیرون کشیدن زود هنگام سربازان امریکایی از افغانستان هستند. واکنش ها درباره تصمیم باراک اوباما همچنان ادامه دارند، اما این بار نشریه هافینگتن پست دیدگاه امریکایان را در این باره بازتاب داده است. در این نظرسنجی از امریکایان پرسیده شده است که آیا شما خواهان ادامه حضور جنگی سربازان امریکایی در افغانستان هستید؟ پاسخ 35% امریکایان به این پرسش نه بوده است و گفتند که آنان خواهان بیرون کشیدن هرچه زودتر سربازان امریکایی از افغانستان هستند، اما 31% امریکاییان از تصمیم باراک اوباما حمایت کردند و گفتند که سربازان امریکایی باید تا پایان سال 2016 میلادی در افغانستان بمانند. دیدگاه 20% امریکاییان این گونه بوده است که تا پایان خشونت ها و جنگ سربازان امریکایی باید در افغانستان بمانند، اما 14% امریکاییان گفتند که درباره تصمیم اخیر باراک اوباما چیزی نمیدانند. در این نظرسنجی دیدگاه های امریکاییان درباره جنگ افغانستان نیز بازتاب یافته است. پاسخ 40% امریکاییان به این پرسش بله بوده است، اما 36% امریکاییان باور دارند که دخیل شدن سربازان امریکایی در این جنگ اشتباه نبوده است. 24% امریکاییان هم گفتند که در این باره چیزی نمیدانند. در این نظرسنجی یک پرسش دیگر هم مطرح شده است تا دیدگاه امریکاییان از کارکردهای باراک اوباما در جنگ افغانستان روشن شود. 11% امریکاییان چگونگی اداره جنگ را سوی باراک اوباما به گونه کامل تایید میکنند و 24% امریکاییان تا یک حد این کار باراک اوباما را تایید میکنند، اما 26% امریکاییان این راهبرد باراک اوباما را اصلا تایید نمی کنند، در حالی که 21% امریکاییان این راهبرد را تا حدی تایید می کنند. در این نظرسنجی شمار مشخص امریکاییان که دیدگاه های آنان بازتاب یافته است روشن نشده است. در کنار این واشنگتن پست به 5 حقیقت ناملایم از بیرون کشیدن سربازان امریکایی از افغانستان پرداخته است. حقیقت نخست این که 140 هزار سرباز خارجی نتوانستند طالبان را در این مدت شکست دهند و اکنون نظامیان افغان باید این مأموریت را به تنهایی انجام دهند. دومین حقیقت به باور واشنگتن پست این است که نظامیان افغان رفته رفته در میدانهای نبرد کار آزموده شدند، اما بدون تجهیزات، امکانات و پول چگونه این ظرفیت ها افزایش داده شوند و یا هم کم از کم این ظرفیت ها حفظ شوند. حمله های هواپیماهای بی سرنشین بر بخش های قبایلی پاکستان از ماه جنوری سال روان میلادی تا اکنون متوقف شدند. بر بنیاد گزارش اسوسییتد پرس، علت توقف این حمله ها بالا گرفتن حساسیت های دیپلماتیک، تغییر ماهیت تهدید القاعده و ناخشنودی مردم از این حمله ها گفته شدند. اسوسییتد پرس نگاشته است که این عملیات هنگام توقف داده شدن که رئیس جمهور اوباما در هفته گذشته از بیرون کردن تمامی سربازان امریکایی از افغانستان در سال 2016 سخن گفت. رئیس جمهور اوباما در تازه ترین سخنرانیش در اکادمی نظامی امریکا در پیوند با سیاست خارجی این کشور گفته است امریکا عملیات هواپیماهای بدون سرنشین را ادامه خواهد داد، اما نه در پاکستان بل در یمن و سومالیا. دلیل های دیگری هم برای توقف این عملیات مطرح شدند. شمار قابل ملاحظه از مقام های بلندپایه القاعده در پاکستان کشته شدند و آنانی که باقی ماندند هدف قرار دادنشان دشوار است، زیرا آنها از تلفن های همراه استفاده نمی کنند و هنگامی که سفر می کنند نیز کودکان را با خودشان حمل می کنند و مقام های امریکایی بر بنیاد قانون جنگ آن کشور حق ندارند شهروندان غیر نظامی را هدف قرار بدهند. همچنان در این گزارش آمده است که بخش های قبایلی پاکستان دیگر بستر امنی برای فعالیت های القاعده نیستند. هسته مرکزی این سازمان اکنون از پاکستان به سوریه و یمن انتقال یافته است. و نقل از رئیس کمیته استخبارات امریکا در این گزارش آمده است که عقب نشینی نیروهای امریکایی از افغانستان به معنای به خطر انداختن امنیت امریکایی هاست.
از سال 2004 به این سو در حدود 354 عملیات هواپیماهای بدون سرنشین در خاک پاکستان انجام شدند. اما گفته می شود شمار این عملیات از سال 2011 به این سو کاهش یافتند. اما برخی از آگاهان در این باره چنین دیدگاهی دارند. استفاده از طیارات بی پیلوت یا ربات های جنگی در قبایل پاکستان در حقیقت یک پروژه مشترک CIA و ISI بوده که برای سرکوبی حلقات و افراد معینی که منافع پاکستان و امریکا را تهدید می نمودن استفاده می شد که چندان هم اساس حقوقی ندارد. اگر مذاکرات بین پاکستان و طالبان شکست بخوره و دوباره گروه های تروریستی التباط هاجو مسئله افغانستان و آینده سیاسی افغانستان دوباره شروع بشه، من فکر میکنم بدون تردید عملیات های بدون سرنشین در مناطق سرحدی و وزیرستان تداوم پیدا خواهد کرد. آمریکا در مورد با حراس افکنی جدی هست و مجبور است مطابق و استراتژی امنیتی که در جنوب آسیا تعریف کرده است در مورد از بین بردن شبکه های تروریستی در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان اقدام بکنه. در ماه دسامبر سال روان بارک اوباما در یک توافق غیر رسمی با حکومت پاکستان گفتند که استخبارات مرکزی امریکا به استثنای هدف گرفتن افراد بلند پای القاعده عملیات دیگری با هواپیماهای بی سرنشین انجام نخواهد داد. این در هنگامی بود که حکومت نواز شریف نخست وزیر پاکستان گفتگوهای صلح را با طالبان آن کشور آغاز کرده بود، گفتگوهایی که به شکست انجامیدند. مقام‌های آمریکایی در این گزارش گفتند که تا هنگامی که هواپیماهای ما در آسمان پاکستان در پروازند، ما سران القاعده را هدف قرار خواهیم داد. هرگاه ما گزارش دقیقی در مورد ایمن الزواهری یا دیگر مقام‌های بلندپایه القاعده در پاکستان به دست بیاوریم، در همان لحظه آنها را هدف قرار خواهیم داد. تا لحظات دیگر. بدار آویخته شدن دو دختر نوجوان در هند. با ادامه خبرها خوش آمدید. به دار آویخته شدن دو دختر نوجوان پس از تجاوز گروهی در هند خشم شمار از شهروندان این کشور را برانگیخته است. شهروندان هند با راه اندازی اعتراضات از حکومت هند می خواهند تا در راستای پایان دادن بر روند خشونت های جنسی در این کشور به گونه جدی تلاش کنند. هرچند مجازات خشونت های جنسی در هند در این اواخر سخت شده است، اما با آن هم روند این خشونت ها در این کشور افزایش یافته است. این تجاوز گروهی افکار عمومی را در هند تکان داده است. این دو دختر که هر دو خواهر بودند، شامگاه سه‌شنبه از روستای به نام کترا ناپدید شدند و باشندگان محل صبح روز بعد این دو تن را به گونه حلق‌آویز در درخت پیدا کردند. هرچند پدر و مادر قربانیان ناپدید شدن دخترانشان را به اداره پلیس محلی خبر داده بودند، اما به گفته آنان پلیس به شکایتشان توجه نکردند. شمار از دانشجویان در دهلی نو با راه اندازی اعتراضات میگویند که مردم طبقه پایین هند به ویژه طبقه دلیت همواره شاهد خشونت بودند. در کشورمان مردم طبقه پایین همواره هدف قرار میگیرند تا آنان آواز خود را بالا نکنند و در حراس زندگی کنند. به این گونه تسلط مردم طبقه بالا در جامعه حفظ می باشد. هنگامی که این گونه رویدادها به زنان اتفاق می افتد، به ویژه به زنان دلیت، پس چرا هیچ خشم در میان مردم وجود ندارد؟ صدها تن از اهالی این منطقه با گرد آمدن در برابر اجساد این دو قربانی به ناکارآمدی پلیس اعتراض کردند. آنان از مقام‌های هند می‌خواهند تا عاملان این رویداد را به گونه بی‌درنگ شناسایی کرده و آنان را مجازات کنند. در همین حال حکومت هند از بازداشت 4 تن به شمول 2 پلیس در پیوند به این رویداد خبر می‌دهد. حکومت هند اواخر سال گذشته میلادی با توجه به موارد مکرر تجاوزهای گروهی مجازات خشونتهای جنسی را سخت کرد. بر بنیاد قوانین تازه مجازات تجاوز گروهی در هند اعدام خواهد بود، حتی اگر قربانی زنده هم باشد. یک شرکت تجارتی در ایالات متحده آمریکا فضاپیمایی را طراحی کرده است که توانایی پرواز به سطح پایانی مدار زمین را دارد. مقام های شرکت اسپیس ایکس می گویند که این فضاپیما می تواند در هر نقطه زمین پرواز و نشست کند و این فضاپیما هزینه رفتن به زمین را کاهش خواهد داد.
تا لحظات دیگر. ورشکست شدن شرکت های ساختمانی در افغانستان. باز هم خوش آمدید. با آغاز روند بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور و پایان کار گروه‌های بازسازی ولایتی، بیش از 9000 شرکت ساختمانی داخلی ورشکست شدند. مسئولان اتحادیه شرکت‌های ساختمانی میگویند که در حال حاضر از میان 10000 شرکت ساختمانی که از اداره حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها جواز گرفتند، تنها نزدیک به 1000 شرکت فعالیت نسبی دارند و دیگر شرکت‌ها به علت نبود کار ورشکست شدند. مسئولان شماره از شرکت‌های ساختمانی میگویند که از یک سال به این سو نتوانستند قراردادی را به دست بیاورند و مجبور شدند تا بسیاری از کارشان را، کارمندانشان را اخراج کنند. با آغاز کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان و رونق یافتن کارهای ساختمانی در کشور، هزارها شرکت ساختمانی کوچک، متوسط و بزرگ در کشور ایجاد شد. حتی گفته می شود که بسیاری از افراد برای به دست آوردن قراردادهای بیشتر تا 4 شرکت ساختمانی ایجاد کردند. اما با آغاز خروج نیروهای خارجی و کاهش کمک ها، دیده می شود که بسیاری از شرکت های ساختمانی به ویژه شرکت های کوچک و متوسط ورشکست شدند. و درید ریوران مکسر لگیادی نو طول تللی کورونو تا کاروبار نست شرکتو که ماشیندری مکمل داد و گوری تاش ولاله دن. در امینان مسئولان اتحادیه شرکت های ساختمانی کاهش قراردادها، افزایش بهای مواد ساختمانی و امضا نشدن پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا را از علتهای دیگری رکود کار شرکت های ساختمانی در کشور می دانند. حدود 10000 کمپانی است که اونا به نام کمپانی های ساختمانی جواز گرفتن، اما کمپانی هایی که یعنی فعال هستند و در امور ساختمانی خرد و ریزه و متوسط هستند، در حدود 1000 کمپانی هستند که فعالیت میکنند در امور ساختمانی. مانند این شرکت، ده ها شرکت ساختمانی دیگر ماشینری ایشان را به دو طرف جاده پل چرخی در محلات کرایی متوقف ساختند. مسئولان شماره از این شرکت ها میگویند به سبب این که از یک سال به این طرف قرارداد به دست ناوردند، در حال حاضر کارهایشان تنها با کرایه دادن ماشینری ساختمانی به دیگر شرکت ها خلاصه می شود. زبیح الله جهانمل، تولو نیوز، کابل. نهاد توسعه جهانی آلمان بیش از 15 میلیون یورو برای تهیه آب آشامیدنی بهداشتی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان کمک می کند. مقام های ولایت بدخشان می گویند که بخش از کمک های تازه نهاد توسعه جهانی آلمان در یک پروژه بزرگ تهیه آب آشامیدنی در مرکز این ولایت هزینه خواهد شد. از سوی هم شمار از نمایندگان بدخشان در مجلس نمایندگان با خرسندی از کمک تازه آلمان به این ولایت بر شفافیت بر هزینه آن نیز تاکید می‌ورزند. ساخت 3 ذخیره بزرگ آب، شبکه سازی آب آشامیدنی و ایجاد یک ساختمان برای نصب سیستم آبرسانی مشمول این پروژه هستند که از کمک های آلمان در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان عملی خواهند شد. والی بدخشان می‌گوید که با عملی شدن این پروژه بیش از 90000 خانواده در شهر فیض‌آباد از داشتن آب آشامیدنی بهداشتی بهره مند خواهند شد. کار فیزی اولش که ساختن ذخایر آبی و چاه است، ارزش بیش از 8 میلیون دلار افتتاح شد و فیز دیگرش هم قریب قرارداد میشه و کارش آغاز میشه. در همین حال شماره از نمایندگان بدخشان در مجلس عملی شدن این پروژه را برای کمبود آب آشامیدنی بهداشتی در این ولایت سودمند میدانند. بسیار ضرورت است که آب صحی وصل شود شبکه، در حالی که ولایت بدخشان 52% آب افغانستان را داره او مردمش آب صحی آشامیدنی ندارند. دلیل چی است که درست مدیریت نمیشه کمک ها؟ در یک واقع‌گرایی اگر تطبیق شود پول به مصرف برسه، یقینا بدخشان وضعیتش بهتر میشه. کمبود آب آشامیدنی بهداشتی در ولایت بدخشان از چالش های همیشگی باشندگان ولایت بدخشان به ویژه باشندگان مرکز این ولایت است. اما به باور شمار از باشندگان شهر فیض‌آباد، سرازیر شدن سیلاب های اخیر این مشکلات را به چند برابر افزایش داده است. از توجهتان به خبرهای این ساعت سپاس. شبتان خوش.